دقت کنین سوتی دادن مستر مهدویان تو زخمکاری بازگشت شده یه عادت بد. شما بگین برای ترک عادتهای بدتون چی کار میکنین؟ سلام علیکم، خیلی مخلصیم. آقا باورتون میشه رسیدیم به اپیزود 6 از کامنت خانی زخمکاری، قسمت 10. جا داره که واقعا بگم مرسی از تک تکتون بابت حمایتتون از این کانتنت و میخوام همینجا بهتون بگم در چند هفته آینده در همین برنامه های کامنت خانی قطعا سورپرایزتون میکنم. پس تا اون روز لایک با چشم بسته و کامنت حمایتی زخمکاری فراموشتون نشه. بریم و بیایم ویدیو رو شروع کنیم. دوست بینامی نوشته به نظرت امکان این وجود داره که این فصل سمیرا بمیره و مالک به خونخواهی سمیرا خودش رو کنه و میثم رو قایم کنه؟ اگه بخوام جواب بدم این مدلیه. 1. ببین مهدویان برای فیلمنامه این فصل از روی حملت داره میره جلو، پس مرگ میثم خیلی چیز قطعیه. 2. مگه مستر مهدویان رد داده؟ در واقع اگه بخوایم حساب کنیم کل فصل دوم و یه بخش اعظمی از فصل اول داره رو انگشت سمیرا میره جلو. بعد سریالی که قراره فصل سوم و چهارم داشته باشه چرا باید همچین کاراکتر مهمی رو حذف کنه؟ پس این کار رو رسما نمیکنه. اما یه حسی به هم میگه احتمالاً عاقبت کاراکتر سمیرا مرگ، اونم به دست کی؟ به دست زن ناصر، مهناز. وانیا میگه یکی از باگای سریال لحظه‌ای بود که پسر فرنهاد سامان رو توی اون اتاق زندونی میکنه، اما موقع رفتن پنجره به این بزرگی رو نمیبنده که سامان فرار نکنه. ببین رفیق، منم اول همچین فکر رو کردم، اما چند ثانیه بعد اصلا کلن نظرم عوض شد. چرا؟ چون اگر اون پنجره حتی باز هم باشه سامان باز هم نمیتونه فرار کنه. اون پایین داره به ما نشون میده که یه دری وجود داره که اتفاقا اون کاراکتر حسام داره اونو قفل میکنه، پس کلن این اتفاق باگ نمیتونه باشه. قرار برسیم به یکی از جذابترین بخشای این کامنت خانی. میخوایم در مورد کاراکتر سیما حرف بزنیم. یه سری کامنت داشتین که در واقع همشون نزدیک به هم دیگه بودن و من قراره اینجا همه رو با هم دیگه بخونم. اولین کامنت کوروش عطایی: کلن به نظر من این سریال تمام هیجانش همون کسیه که داره همش پیام میذاره و همه رو داره لو میده. ببین کاملا باهات موافقم. چرا؟ چون چند بار تا الان یه سری چیزای لو رفته. اولیش رابطه منصور و طلویی بود که به میثم لو دادن. دومیش به حسام گفتن که طلویی باباتو کشته. و سومیش هم از زنده بودن مالک به میثم خبر دادن. حالا بذار فکر کنیم از این سه مورد مخرج مشترکش میشه کی؟ میشه طلویی. حالا چه کسی مستقیم میتونه این هدفو دنبال کنه و قراره که طلویی رو زمین بزنه؟ کاراکتر سیما. یعنی این جواب فعلا چیزیه که من بهش رسیدم و بر اساسش قراره یه سری کامنت دیگه براتون بخونم. اون پیامی که میاد واسه حسام سید جواد هاشمیه، شک نکنید. به میثم هم اون گفت بابات زنده است. ببین با توجه به همین فکتی که چند ثانیه پیش گفتم این تئوری رسما از بین میره. مهدیس: احتمالاً کل این پیامک‌ها کار پانتا بوده. اورا عینلی نوشته شاید پشت اون پیامای ناشناس میرلوهی یا زن ناصر باشه. یه نکته میخوام بگم در مورد این دوتا کامنت. ببین با وجود این که الان پانی برگشته، خواهرزاده حاجمو، احتمالاً باید منتظر این باشیم که میرلوهی هم پیداش بشه، چون دیگه دلیلی نداره. بالاخره یکی از بستگان ریزا دیا بوده و الان این دو نفر باید همدیگر رو ببینن، یه سری دیالوگ رد و بدل بشه. بذاریم ببینیم چه اتفاقی میفته. فعلا نمیخوام صد ردش کنم، اما در مورد کاراکتر مهناز فکر نمیکنم کاراکتر هوش بالایی نداشت، یعنی خونه دار خیلی ساده بود. اما اون چیزی که بهتون گفتم اول ویدیو احتمال داره سمیرا رو بکشه، اون از جنون آنی میتونه بیاد. کامنت بعدی زهره صمدی: احتمال میدم از همون ابتدا سیما و طلویی همدست بودن و سیماست که داره پیامهای موبایلی رو ارسال میکنه. ببین با بخش دوم کامنت موافقم، یعنی با توجه به تئوری که گفتیم یه فکت الان داریم که احتمالاً این پیاما کار سیما باشه، اما با بخش اولت کاملا مخالفم. اصلا دلیلی وجود نداره که سیما و طلویی با هم دیگه باشن. یعنی چرا ما نباید تا حالا اینو میفهمیدیم؟ اصلا چه اتفاقی قرار بوده بیفته؟ چیز خاصی نبوده. برای همین اینو بذاریمش کنار. محمد جواد نوشته: پتروس، به نظرم سیما میتونه اطلاعاتی باشه. نه بابا رفقا ولش کنید، اصلا این موضوع رو بزنید کامل کنار. ببین با توجه به یکی از سکانسایی که دیدیم خود مهدویان هم وجود داشت، نیما و سیما با هم دیگه حرف زدن، ما فهمیدیم یه چند سالی هست که کاراکتر سیما وارد خانواده ریزابادیا و طلویی و مالکی شده در واقع. خب
به من بگین که مثلا این خانواده هایی که براتون اسم بردم چه کار بزرگی انجام دادن که یک مامور نفوذی رو 5-6 ساله بفرستن تو خانواده اونا و اینقدرم جلو بره که ازدواج کنه و وابسته بشه به بچه. به نظرم نمیشینه. یعنی اگر موضوع امنیت ملی بود من میگفتم بله کاملا موافق بودم، اما چیزی که در رابطه با این شرکته فساد مالی و در واقع فقط میتونه اختلاس باشه، برای همین این نظریم با احترام رد میکنم. کامنت بعدی از علی تماری و همینطور سعید میریه که هر دو نفر به یه موضوع اشاره کردن. زن شفاعت به میثم خبر داده که میکروفون تو کیف شیداه. بله رفقای من، تو بررسی قسمت دهم هم بهتون گفتم احتمال این موضوع خیلی قویه، ولی ما اینجا با ریاضی و احتمالات طرف نیستیم. سینما یعنی هر چیزی که تو به ما نشون بدی، اینو داشته باشید. اما میخوام یه کوچولو حرفمو تغییر بدم. چرا؟ چون مهدویان نشون داده که در واقع سابقه این کارو توی این فصل داره که یه کاری میکنه، ما اول بهش شک کنیم بعد میگه ببین من درستش کردم. مثلا سر موضوع هک شدن گوشی میثم هممون شاکی بودیم که با این وجود چرا شفاعت از رابطه میثم و شیدا با خبر نیست؟ بعد اومد اینا چیکار کرد؟ یه جای درستی مثلا به ما نشون داد. پس با این وجود چون دو سه بارم این کارو انجام داده، من هم احتمال این اتفاق رو میدهم. و اینا بهتون بگم که من خودم تو قسمت در واقع بررسی قسمت دهم گفتم کار اشتباهی یا احتمال ریاضی نیست. اما میخوام بگم که اگر باز هم تکرار بشه، یعنی به 3-4 بار برسه، ما به این نتیجه میرسیم که این یک شیوه روایت در داستانگوی مهدویانه. اشیای شهریاری نوشته که کاش میثم بفهمه که مالک زنده است، چون طبق داستان باید مالک هم میمرد ولی نمرد. شاید میثم هم به نظر بیاد که مرده ولی بعدم برگرده. ببین میخوام یه جور دیگه به جواب بدم، چون میدونم یه سری از این کامنت ها از این میاد که یه تیزری اوایل سریال پخش شد که ما مالک و میثم و کنار ساحل دیدیم و همه میگن خب این دو نفر باید همدیگر رو ببینن. بر اساس چیزایی که تا الان دیدیم، یعنی فکتایی که تو سریال هست، میخوام یه پیش بینی بکنم. من فکر میکنم اون سکانس یکی از آخرین سکانسای این فصله، اونم زمانی که میثم در حال جون دادنه تو تصورش میبینه که آقا بابام زنده است و دارم میبینمش و باهاش حرف میزنم. کامنت بعدی از شیرین زمانیه که گفته باید تو قسمت بعدی اتفاقی که منتظرش بودیم بیفته. الان طلویی با وجود نفرت از میثم سر این قضیه شفاعت از میثم باید حمایت کنه، میثم رو مدیون خودش کنه، چون این تنها راهیه که میتونه زمینای شمالو از سمیرا بگیره. ببین به نظر من کامنت کاملیه، تکمیله، درسته، موافقم و حرف منطقیه. فقط من یه جمله هم بهش اضافه کنم، من برای قسمت بعدی منتظر واکنش جدی سیما هم هستم. چند روز پیش تو ویدیوی بررسی قسمت دهم من یه سوتی گفتم از سریال، اونم این بود که شیدا توی ماشین به میثم میگه آقا ما یه فیلمی دیدیم که تو مشخص شد یه زن پدرتو کشته. خب یعنی یه باگ تو سریال. یکی از بچه‌ها خیلی خوشگل نوشته بود که امیدوارم کامنتشو پیدا کنم تو تدوین بذارم، گفته بود احتمالاً شیدا فصل اول سریالو دیده. اما از این که بگذریم، محیا شرابی در رابطه با همین موضوع برام یه کامنت گذاشته. منظور از اون فیلم احتمالاً همون فیلم دوربین مداربسته ایه که طلویی با منصور توی رستوران نشسته بودن و در واقع یه کسی اینو برای میثم میفرسته. ببین به نظر من اینجوری نمیشه رفع سوتی کرد، یعنی نمیتونیم بگیم اونو دیدیم با توجه به اون میشه گفت که این اتفاق افتاده. نه، این قطعا یکی از بزرگترین سوتی های سریاله. آقا این فیلم ها کجا اومده بیرون؟ چرا ما همچین چیزی رو ندیدیم؟ اگه خاطرتون باشه من تو ویدیوی قبلی گفتم یا من فراموش کردم، یعنی سریال سرسری شده دیگه خیلی دقت نکردم فراموشش کردم، یا واقعا سوتیه که توی کامنت ها کاملا مشخص شد که سوتی بوده. بله، حسین لطیفی میگه میثم 9 قسمت بود که سایه کیمیا رو با تیر میزد، چجوری شد که یهو تو قسمت دهم تا یه اتفاق بدی براش افتاد رفت خونه کیمیا؟ رفیق جان دقت کن، به این چی میگن؟ به این میگن چپوندن اتفاق مد نظر نویسنده بدون در نظر گرفتن منطق روایتی قصه. آقا تموم شد و رفت. قبلا هم چند بار براتون مثالشو زده بودم. حالا چرا نویسنده‌ها این کارو کردن؟ با توجه به این کاری که میکنن ما میتونیم یه پیش بینی هم بکنیم. حسم بهم میگه احتمالاً کاراکتر کیمیا در چند قسمت آینده‌ای که توی همین فصل داریم و احتمالاً در فصل بعدی قراره که نقشش خیلی پررنگ‌تر از این باشه، یعنی وارد قصه بشه. احتمالاً تو فصل بعدی مالک بیاد بازم با کیمیا کارای انجام بده، یعنی با هم دیگه شاید تیم بشن. برای همین نویسنده‌ها تصمیم گرفتن که منطقو بذارن پشت در، یه
یه دفعه کاراکتر کیمیا رو وارد کنن و ما اینجا میشینیم ازشون سوتی میگیریم. علی ادیبم توی کامنتش یه سوتی راکوردی از قسمت دهم گفته. ناخونای سیما توی خیریه لاک داره ولی بعدش که رفت بیرون و توی ماشین میثم نشست لاک نداشت. اصلا ببین یه مدتیه خب که پتروسیان انقدر قوی و ریزبین شدن که باورتون نمیشه. من وقتی میخوام بیام بشینم اینجا و ویدیو بسازم اصلا نمیدونم باید چی بگم. یعنی نمیدونم چی بگم که خودتون بلد نباشین یا خودتون بهش توجه نکرده باشین. فقط میتونم بگم که دمتون گرم، من پوزتون رو میدم. و کامنت خانی ششمو با کامنت آراد کلانتری میخوام تمومش کنم. آراد نوشته که قسمت دهم یه درس بزرگ به ما داد. اینکه هر وقت از توی آینه ماشین مشکوک شدین یکی داره تعقیبتون میکنه، کیف بغل دستیتون رو خالی کنید. و همین، مرسی که ویدیو رو تا اینجا کار دیدین. با لایک و کامنت و سابسکرایب از انگشت پتروس حمایت کنید. تکرار کنیم، حتی اگه سرمون بره خورده به تنمون پیروزی گره.